خب عبدالمحمد پاپی کنار من هست، کسی که دیروز برابر علیرضا نجاتی قرار گرفت. عبدالمحمد پاپی الان در تیم ملی آلمان حضور داره و نجاتی از تیم ملی ایران که در یک رقابت بسیار نزدیک شکست خورد. البته هر دو ایرانی هستن و برای ما که اینور قرار داریم هیچ فرقی نداره، اما خب مطمئنن برای عبدالمحمد پاپی بسیار مهم بودی که این رقابت رو بتونی ببری. میخوام از عبدالمحمد پاپی بپرسم خودش چه حسی داشت وقتی که روی تشک قرار گرفت و دید که آقای بنا هست، آقای جزینی هست، آقای نجاتی هست، به هر حال همه ایرانی هست، به خصوص با مربیان که کار کرده بودی، اون حسی که داشتی چه بود وقتی که آقای رو تشک؟ من هم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بلا میگم من وقتی وارد سالن شدم یه دفعه صدای ایران ایران گفتن تماشاگرها رو که شنیدم یه حس خاصی گرفتم، یعنی یه چیز واسم یه خورده سخت بود و نرمال نبود واسم، ولی من از قبل چون که روی این برنامه‌ریزی کرده بودم که ممکنه من به کشتیگیر ایران بخورم چون از کشتیگیرهای خوب این وزن بود و واسه تماشاشی هم همیشه هر جای دنیا کشتی باشه و تماشاگران ایرانی هستن روی این کار کردم. گفتم اینجوری واسه خودم تشریح کرده بودم که حس میکردم که اینا واسه من اومدن و دارم تشویق میکنم، اینجوری واسه خودم تشویق کرده بودم. خیلی خوب بودی، خیلی کشتی خوب بود و تو ثانیه های پایانی کشتی رو واگذار کردی. فکر میکنی اگه میرفتی بالاتر به کشتی بعد میرسیدی، آیا این شانس داشتی که مدال کسب کنی؟ خب من میگم طبق آنالیزایی که از حریفامون کرده بودیم، از حریفای گرجستانی، حریفای آذربایجانی، خوبای این وزن، من خودم فکر میکردم خیلی راحتر، من خیلی دوست داشتم دور اول بخورم به حریف گرد که پارسال هم قهرمان جهان شده بود یا به حریف آذری که جهانی سوم شده بود، خیلی دوست داشتم با اینا کشتی بیاد چون من خیلی راحتر میتونستم با اینا کشتی بیاد چون اونا هم کشتیگری هستن که به سبک خودم کشتی میگیرن، وای میستن کنترل میکنن کشتی رو که به خاک بکشه و من هم از خاک خودم خیلی اطمینان دارم چون هم تو نشستن خوب میشینم هم تو اجرا کردن و هم خاطر فکر میکنم میتونستم اونا رو شکست بدم. اما هدف چیست؟ میخوای ادامه بدی برای مسابقات بعدی آماده بشی؟ من دارم واقعیت الان از کشتی لذت میبرم و به خاطر همین لذتش و عشقی که به کشتی دارم دارم کشتی میگیرم و بله سعی میکنم که از اشتباهی که کردم جای درس بگیرم و برم دنبالش ببینم چرا این اشتباه رو کردم، یه خورده بیشتر روش تحقیق کنم و مسابقه بعدی خیلی قوی تر بیام و دیگه این اشتباه رو نکنم. محمد یه اتفاقی که افتاده خودتون میدونم در جریان هستی، در اینستاگرام فعالی میبینی، انتقادات با آقای بنا خیلی زیاد شده به خصوص وقتی اسم تو اومد در آلمان، اسم سبا شریعتی که الان با میرزا زاده رقابت خواهد کرد در آذربایجان و اسم علی ارسلان که طلا گرفت دیشب همه رو خوشحال کرد در سربستان، انتقادات زیاد شده که آقای بنا چرا کشتی ایران رو داره فراری میده، چرا سلیقه ای عمل میکنه. بیرو درواسی چه حسی داری؟ چه انتقادی داری نسبت به آقای بنا؟ قبلا انتقادات تو مطرح کرده بودی، الان چه حسی داری و فکر میکنی که چه کار باید بکنه آقای بنا؟ ببین بحث انتقادات فکر کنم بیشتر بحث انتخابی باشه که اصلا این هیچ بحثی راجبش نیست و توی دنیا اصلا راجب این بحثی نمی کنن. خیلی راحت میان انتخاب میذارن، هر کی اول شد میره مسابقه شو میده دیگه، اون فشارهایی هم که روی سرمربی کسی که تیم انتخاب میکنه خیلی کمتر میشه. ولی بحث این که الان علی ارسلان اومده کشتی گرفته طلا گرفته، این به نظر من خیلی قشنگه، ما نشون میدیم که ما خیلی پتانسیل داره کشتیمون، میتونه مثل روسیه که الان خیلی کشتیگیراشون دارن تو تمام دنیا، قرار نیست که اگه یه کشتیگیر پتانسیل اینو داره که قهرمان جهان بشه به خاطر اینکه مثلا دو تا خوب داریم بمونن و مدال نگیره، میتونن بیان کشتی بگیرن، یکیش میاد ممکنه طلا بگیره، یکیش نقره بگیره یا برنز بگیره، همه مدال بگیره، یعنی نتیجه زحمتشو اینجوری بگیره، یه کشتیگیر 20 تا 30 سال از عمرشو میذاره واسه نتیجه گرفتن و با این مدال مشخص میشه. یه مسئله ای که هست مثلا آقای بنام صحبتای مطرح میکنه که خود ناراحت میکنه دیگه افراد، آقای سبا شریعتی مثلا دیدیم گفت من شاگرد آقای بنا نبودم ضربم نخوردم، اون حرفی که زد محمد بنا گفت زیر پرچم ایران اگه کشتیگیر مدال نگیره ارزشی نداره، خیلی ناراحت کرد. خودتو نسبت به این حرف چقدر انتقاد داری و حرف چه هست؟ نه به نظرم این حرف درستی نیست، من خودم اگه الان
میشنوم دیگه، میبینم تو دنیا از بیرون، خود مثلا من خودم توی آلمان به عنوان یه ایرانی الان هر جا که میرم میگن یه ایرانی اومد واسه سربستان، هیچ موقع نمیگن یه سربی اومد طلا گرفت، میگن یه ایرانی اومد واسه سربستان طلا گرفت. این خیلی واسه من لذت، واسه تمام دنیا، ایرانیایی که توی دنیا دارن زندگی میکنن این یه افتخاره. اصلا بحث اون پرچمه نیست، ما ایرانی هستیم، هر تا 100 سال دیگه هم اگه واسه جای دیگه هم کشتی بگیریم و زندگی کنیم ما ایرانی. و میدونی که مردم ایران هم خیلی دوست دارن، به خصوص دیروز بازم میام دیدم که خودت در اینستاگرام فعال هستی، چقدر به توجه بیشتر بده، چقدر اون عشق رو بهت میدادن مردم ایران، خیلی از کشتی دوستان بهتر بگم، چه پیام چه حرفی برای اونایی داری که مشوقت بودن و دوست دارن؟ واقعیتش من بخوام بگم از 100% 90% همین مردم از بیرون، از فضای بیرون، بیرون ورزش بودن که به من انگیزه دادن اومدم کشتی گرفتم. واقعا من هیچ انرژی منفی از بیرون نگرفتم، همش مثبت بوده، واقعا همش مثبت بوده. بخاطر پیام چند مردم خیلی دوست داشتم به عنوان ایرانی منم بیام اینجا یه ذره دلشون شاد کنم، مدال بگیرم، ولی نشد. حالا انشالله مسابقه بعدی حتما امیدواریم که این اتفاق بیفته. عبدالمحمد پاپی، کشتیگیر سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران و حال حاضر کشتی تیم ملی کشتی فرنگی آلمان، که اینجا در این سالن در بلگراد کنار من بوده.